من احسان هستم، بچه ایران هستم، کرد هستم، شهر ایلام، 28 سال دارم. من قبل ایماندار بشم شیعه بودم، بعد مثل بقیه مردم محرم که میشد مسجد میرفتیم، زیارت میرفتیم کربلا و نجف. بعدش چلوم محرم که میشد با بچه ها پیاده میرفتیم سمت کربلا و نجف. ولی وقتی تهران که برمیگشتیم، وقتی سمت پیش کلیساها رد میشدم، احساس میکردم که من باید وارد این کلیسا بشم، چون وقتی نگاه میکردم کلیسا رو احساس خیلی آرامشی میکردم، احساس خوبی بهم دست میداد. و بعد از اینا وقتی خالی که داشتم تو خونه فیلم مسیحیت رو نگاه میکردم، فیلم عیسی مسیح رو نگاه میکردم که میدیدم چه کارهای انجام میداد، چه کمکهایی که میکرد، که گفتم به پیش خودم، گفتم چه دینیه، چه دوست دارم من وارد این دین بشم، خوبه واسم، آرامش بهم دست میده. بعد اومدم یونان، بعد از این ماجرا اومدم یونان. یه رفیقی داشتیم داخل کمپمون که میرفت کلیسا. یه روز ازش پرسیدم که برادر این مهدی، شما کجا میرین روزای شنبه و چهارشنبه و اینا؟ گفت من میخوام میرم چیز کلیسا. گفتم بهش برادر میشه منو اون طرف کلیسا ببری با خودت؟ که بهش گفتم من فیلمش رو که میدیدم بهش میگفتم، توضیح میدادم چجور احساسی بهم دست میده اینا. گفت خب من میتونم کمکت کنم. گفتم چیه کمکتون که میتونی به من کمک کنی؟ گفت من خودمم مسیحی هستم، میتونم تو رو آشنا کنم به مسیحیت. و منو برد سمت کتابش و کلیسایی که تو جایی که میرفتن تعلیم میدیدن و درس انجیل رو تعلیم میدیدن، منو برد اونجا و آشنا شدم با جمعشون. و ولی وقتی که وارد اون جا میشدم احساس میکردم مثل خانواده خودم هستن و محبت هایی که به هم دیگه ورز میکردن و چیزایی که به هم تعلیم میدادن و خلاصه با هم جمع خوبی بود، جمعی که بود که من دوست داشتم هی بیام، هی برم داخل جمعشون که هی بیشتر ازشون تعلیم ببینم، از کارهایی که میکردن، از تعلیمهای انجیلی که به شاگردان میدادن، من دوست داشتم برم اون سمت اون راهی که هست. وقتی که تعلیمات تموم میشد، درسی که میدادن تموم میشد، یه شخصی اونجا بود که همه چیزو بهم توضیح میداد، همه کمک که عیسی چجور آدمی بوده، چه کارهایی میکرده، به کی کمک میکرده اینا. وقتی که کلماتشو شنیدم بدی ندیدم، احساس میکردم هرچی به توضیح میداد چیزه، اینایی که تعلیمی که میدیدن از طریق کتاب این چیزو یاد گرفتن و باعث میشده که چجوری رفتار و کردارشون باشه، چجوری باید برخورد باشه، چجوری باید محبت باشه، چجوری باید کمک کردن باشه. من خوشم اومد که گفتم منم باید اینجور آدمی باشم که هر کسی که احتیاج به چیزی داره
و کمکی میخواد من انجام بدم. کم کم ایماندار شدم. این درس کتاب انجیل رو مرور میکردیم و میخوندیم، من ایماندار شدم. بعدش وارد یه برنامه شدیم، اپلیکیشن که کلاس تشکیل میشد. یه برادری آمریکا بود که ما داخل گروش بودیم. بعد ازش سوال کردم برادر، بعد از یک سال خورده، برادر میشه منو تمعید بدی؟ اون شخص گفت چرا نمیشه. با یه گروه ایتالیایی برای تمعیدمون رفتیم لب دریا و دو نفرشون با هم اومدن وارد آب شدن و یه نفر از با واتساپ زنگ زده بود به اون برادری که منو قرار بود تمید بده. احساس میکردم روحم سبک شده، احساس خیلی آرامشی به ام دست میداد. و اون موقع که تمید دادم احساس میکردم وقتی که وارد آب شدم احساس میکردم روحم از جسمم خارج شد و وقتی که از آب اومدم بیرون احساس کردم روحم دوباره وارد بدنم شد و وقتی که از آب خارج شدم احساس میکردم دوباره متولد شدم و احساس سبکی راحتی میکردم. تصمیم گرفتم که این راهو تا آخر جایی که نفس میکشم ادامه بدم و تعلیمشو یاد بگیرم، چون بهم احساس خوبی میداد. وقتی که ایماندار شدم به عیسی مسیح تأخیری بهم دست داد که احساس میکردم که باید چیزایی که قبلا داشتم رو بندازم دور و راه عیسی مسیح رو ادامه بدم. از لحاظ اخلاق رفتاریم خیلی کارهای دیگه انجام میدادم، حتی از اذیت کردن مردم لذت میبردم. من خودم ناراحت میشدم که میگفتم به خودم چرا من این کار رو میکردم. سعی کردم این کار رو بندازم دور و یه آدم دیگه ای بشم، سعی نکنم اذیت و آزار کنم، سعی کنم بیشتر محبت داشته باشم به اون اطرافیانم، به همسایه‌ام، به آشنایان و دوست و رفیقام، تا خشونت و اذیت آزاری. وقتی که ایماندار شدم به عیسی مسیح باید این کارا رو میکردم، باید محبت بکنم به دیگران و کمک بکنم و کسی که زمین خورده دستشو بگیرم نجاتش بدم و خشونت نداشته باشم، چه از لحاظ انسان چه از لحاظ حیوانات. باید محبت و آرامش بدم به اون شخص، خشونت نداشته باشم تو زندگی. حالا که میدونم خدا منو بخشیده سعی میکنم کارهای اشتباه و کارهای گناه و راه کجو نرم، سعی میکنم که راه صاف رو برم که همه از من راضی باشن، خدا هم از من راضی باشه که دفعه بعد کار اشتباه رو انجام ندم، سعی کنم کار درست رو انجام بدم. خداوند قضاوت منو جور دیگه ای به دست میگیره، قضاوتی که میدونه من چه احساسی دارم. فقط خدا هست که منو نجات میده. تصمیم گرفتم که این راهو تا آخر جایی که نفس میکشم ادامه بدم و تعلیمشو یاد بگیرم. تصمیم گرفتم بمونم تو این دین چون بهم احساس خوبی میداد.